سلام، مخلص همیشگی دوباره پیدا شد. خوبی؟ شبای قبل از گیج و بیجی مقام دولای ولایت براتون گفتم. آقا که گیج باشه دیگه تکلیف گماشته هاش روشنه. جمعه بازار این هفته آخونده که تا حالا موقت و غیر موقتش یه حرف رو تکرار کردن، یه چیزی تو مایه بازار سید اسماعیل تهران بود. هر کی ساز خودشو میزد و جنس خودشو میفروخت. فعالیت های دیپلماسی جز ضرورت های بسیار بالای کشور است. باید افراد باهوش دارای کیاست و قدرت روحی تاکتیک های مناسبی رو انتخاب بکنن و با کشورهای مختلف ارتباط برقرار بکنن، مذاکره بکنن، تعامل داشته باشن. این لازمه زنده بودن است که ارتباط بین المللی لازمه زندگی جهانی است. فعالیت های دیپلماسی و تعامل و فلان و بسار و این حرفا مثل این که تو حالید نیست کیا جلوت نشستن ها. بابا اینا دلواپس هن، اینا هسته میخوان، اینا ها اینجاست که به ناگهان بوزقلمون نمره موقت نظام چیزفهم میشه و برای خفه کردن این صدا یه میومیوی ضد استکباری میاد. گذشت اون زمانی که امریکا برای خودش یلی بود. امام ما سلطه امریکا رو شکست، امریکا رو تحقیر کرد، امریکا رو کوچک شمرد، فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگه هیچ غلطی نمیتواند بکند، امامت هم سولت مولتش شکنده، پس این عجز و التماس واسه چیه؟ آب قره؟ لذا باید خطوط قرمز رو رعایت بکنن. یکی مسئله بقای تحقیق و توسعه قابل مذاکره نیست. دوم، صحبت در تعداد سانترفیوژ ها، اینا زیاده طلبیه، اینا باجگیریه، اینا طرف رو ضعیف دیدنه. ببین عاشق محمود، فقط یه گریه کم داریم. هشکو بیا، هشکو بیا که اینجا جاشه. من خلاصه این که تو این وضعیت قراشنیش امام جمعه های نظام هم قاطی کردن. هر کی واسه خودش یه سازی میزنه، مثلا گماشته عظما تو سمنان به تبعیت از ولی امرش زور میزنه که گره مذاکراتو از تحریما وا کنه. کسانی که نماینده ایران اسلامی در مذاکرات هستند مراقب باشند شیطان بزرگ کلاه سرشان نگذارد. تحریم ها با مذاکرات رفع نمی شود و این دو جدا از هم هستند. اما صدیقی گریان تو تهران از بس جبگیر شده همین حرف سیدعلی رو فراموش میکنه و میره تو خط سد کردن گره مذاکرات و تحریم ها. در این مرحله بعدی باید این جهت رعایت بشه، باید همه تحریم ها برداشته بشه و باید احترام متقابل و حقوق متقابل مقبول طرفین قرار بگیرد. از اون طرف سبزلی رضایی که حسرت رئیس جمهور شدن هنوز به دلش مونده، آب پاکی رو رو دست همه میریزه و میگه بابا وضع خرابه، کار از کار گذشته، با مذاکره بی مذاکره درازی، فردا باید با کاردن جمعمون کنن. آمپول های بی تفاوتی جامعه را از احساس مسئولیت باز داشته است و این در حالی است که کشور ما در شرایط تحریم به سر می برد و با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم. آمریکایی ها
هم از طریق مذاکره و هم از طریق عدم مذاکره می توانند وارد ایران شوند. بله اینجوری هست. زه اول گر خورد عزمای کد تا ته چاه می رود با پای کد. سبزلی از آمپولای بی تفاوتی گفت. حالا توجه شما رو به یه آمپول تفاوتدار جلب کنم که دکترای زهخورده نظام واسه دلواپسان زبا در رفته باند ولایت تجویز کردن، نه به اون عربده کشی های کشتی واسه شیطان بزرگ، نه به این تقدیم ترانه به جانکری و لیدی اشتون. بگی منو به فکر پرواز پرنده نیستم، بخوای رها باشی نمیپذیرم، دست روی دست بذاری اونا بردم، کوتاه بیایی ده کدرم میگیرم. و جمعی از اهالی رسانه نماهنگی را آماده کردند که اگر شد به دست جانکری و اگر دستشان نرسید به خانم اشتون برسانند. تحمل ما هم یه حدی داره، همین قدم از سرتون